بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. چهارده خرداد دیگری فرا رسید و فضای عمومی کشور آکنده شد با یاد و خاطره اون شخصیت عظیم، اون مرد بزرگ، اون رهبر بی جایگزین، اون دل عطوف، اون اراده پولادین، اون عزم سرشار از صلابت، اون ایمان عمیق و روشن، اون خردمند حکیم و دوراندیش. ملت ما و کشور ما امروز و تا آینده های دور به نگاهبانی از این یاد و خاطره عزیز احتیاج داره. امروز صحبتی که من میخوام عرض کنم به ملت عزیزمون، بحثی است درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیادی داشتند، لکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. بحث رو از اینجا من شروع میکنم که در بین نظام‌های عالم، نظام‌های انقلابی و نظام‌هایی که تشکیل شده در این یکی دو قرن اخیر، من ده هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی درباره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه. از روز اولی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، بدخواهان، دشمنان، کسانی که نمیتوانستند این پدیده عظیم رو هضم کنن و تحمل کنن، در داخل کشور، خارج کشور میگفتن جمهوری اسلامی تا دو ماه دیگه، گاهی میگفتن تا شیش ماه دیگه، گاهی میگفتن تا یک سال دیگه، بیشتر نمیتونه باقی بمانه، بین خواهد رفت. خب، صلابت امام بزرگوار، قاطعیت امام بزرگوار، بعد پیروزی های عظیم ملت ایران در جنگ 8 ساله و حوادث گوناگون دیگر، اونها رو، این همهمه ها رو فرو نشوند. یعنی به تدریج کم شد و تقریبا در اواخر عمر امام تمام شد. این همهمه ها دیگه وجود نداشت. لکن بعد از رحلت امام دوباره بدخواهان جان پیدا کردند، امید پیدا کردند و آرزوهای خود رو به صورت پیشگویی شروع کردند، تکرار کردند، همون حرفا رو بار دیگر گفتند. یک حزب فرسوده قدیمی و البته خیلی برمدعا در سال 69 یه بیانیه‌ای داد و در اون بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه هست. تعبیرش جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه هست، یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی از بین رفته است، ساقط شده است. این سال 69.
چند سال بعد هم باز یک گروهی دسته‌ای که اونها متاسفانه مسئول هم بودن، جزو نمایندگان یکی از مجالس شورای اسلامی بودن، یکی از دوره ها، اینا هم در یک نامه ای اعلام کردن که فرصتی اندک برای جمهوری اسلامی باقی مونده. یعنی جمهوری اسلامی دیگه همین روزهاست و بایستی از بین بره. این هم یه گروه دیگه. اینا هم البته تمایلاتشون تقریبا شبیه تمایلات همون حزب بود یا به اون گرایش داشت تا یه حدودی. قبل از اینها و بعد از اینها هم افراد، اشخاص، هم گروه ها و دسته ها از این حرفا می زدن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، زیر سایه بیگانگان و دشمنان جمهوری اسلامی از این حرفا گفته می شد، در رادیوها اینا پخش می شد و فروپاشی جمهوری اسلامی رو به هم نوید می دادن. یعنی آرزوی خودشون رو به صورت خبر و تحلیل و اینها بر زبان می آوردن و به هم نوید می دادن. آخر کارم که همین یکی دو سال پیش بود که آمریکایی‌های بزرگوار حرف آخر رو در این زمینه زدن. یک مقام عالی رتبه آمریکایی اعلام کرد با قاطعیت که جمهوری اسلامی 40 سالگی خودش رو نخواهد دید. این پیشگویی‌ها و پیشبینی‌ها در مورد جمهوری اسلامی است. من یادم نمیاد در هیچ نظام دیگری اینقدر، این همه از اول تا سالها بعد پیشگویی برای زوال و فروپاشی و نابودی شده باشه. خب اینها البته، این کسانی که اینجور پیشگویی ها رو میکردن، اینا نگاهشون به خیلی از انقلاب ها و نظام های برآمده از انقلاب ها بود، چون بسیاری از حرکت ها و نهضت ها و انقلاب ها، چه در شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، چه در غرب آسیا، چه در آفریقا، چه حتی در اروپا، انقلاب کبیر فرانسه مثلا، اینا بعد از سالهای کوتاهی بعد از اینکه به وجود آمده بودن از بین رفتن. شروع شوق‌انگیزی داشتند و پایان زهرآگینی داشتند. انقلاب کبیر فرانسه تقریبا 15 سال بعد از آنی که به وجود آمد که علیه سلطنت بود، دچار یه سلطنت استبدادی محکمی شد که همون ناپلئون بناپارت باشه و جاهای دیگه هم همینجور در سراسر دنیا از اینجور نظام ها اتفاق افتاده بود. در ایران خود ما هم اتفاق افتاده بود. در ایران نهضت مشروطه با اون همه سر و صدا و هیاهو و شوق و فتوا و دیگر چیزها به وجود آمد. 15 سال بعد از آنی که نهضت مشروطه امضا شد و فرمان مشروطیت امضا شد، 15 سال بعد یک کسی مثل رضاخان سر کار آمد با اون دیکتاتوری عجیب، با اون استبداد سیاه که از استبداد دوران قاجار به مراتب بدتر بود. بعد هم باز در سال 29 و 30 که نهضت، سالهای نهضت ملی است، یه نهضتی به وجود آمد، مردم خیابان‌ها آمدن، نفت ایران رو ملی کردن به اصطلاح، یعنی از دست انگلیس‌ها در آوردن، چه کردن. یکی دو سال بعدش کودتای انگلیسی و آمریکایی به وجود آمد و محمد رضا یک استبداد بی دیکتاتوری پیچیده بسیار خطرناک و سختی رو برای مدت‌های طولانی باز مجدداً آغاز کرد. یعنی این حوادث اتفاق افتاده در دنیا. اینی که اینها انتظار می‌کشیدن با نگاه به این گونه حوادث بود. ولی نه، به حمد الله انقلاب و نظام امام خمینی نه تنها فرو نپاشید، نه تنها متوقف نشد، بلکه روز به روز قدرتمندتر شد، تسلیم نشد، جا نزد، روز به روز استقلال خودش رو بیشتر روشن کرد، آشکار کرد، توفیقات بزرگ به دست آورد،
بر موانع غلبه کرد، چقدر موانعی بر سر راه این انقلاب و این نظام پی در پی به وجود آوردن، انواع و اقسام سیاسی، اقتصادی، امنیتی، غیره، بر همه اینها غلبه کرد، پیش رفت. امروز جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام، جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی. کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه را، نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد که در اون دوره نظریات مختلف سیاسی شرقی غربی در عرصه مسائل سیاسی و ذهنیت های سیاسی با هم در خود امام وارد کرد، این نظریه رو وارد اینها کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این کار بزرگ امام اینه. خب امام رضوان الله تعالی علیه انسان بزرگی بود از جهات مختلف، از جمله از لحاظ دانش و معرفت دینی. پشتوانه ایجاد این نظریه و تحقق این نظریه معرفت عمیق او به اسلام، اسلام رو میشناخت و میدانست که حاکمیت اسلامی مربوط به پیام اصلی اسلام، این از سوی، و اعتقاد عمیق او به مردم. امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت، به توانایی های مردم، به عزم مردم، به وفاداری مردم. و خاطره ها داریم ما، یعنی سال 41، یعنی همون اول شروع نهضت، امام در درس یک روز بحث رو کشوندن به مسائل سیاسی و همون مسئله جاری، اشاره کردن به بیابان قم، گفتن اگر ما دعوت کنیم مردم این بیابان رو پر خواهند کرد. سال 41 که هیچ کس تصور نمی کرد که بتوان مردم رو در یک چنین حرکتی همراه کرد و وارد کرد. ایمان عجیب ایشون و هر دو بخش این نظریه، یعنی نظریه جمهوری اسلامی، هم بخش اسلامیش هم بخش جمهوریش رو امام مربوط به اسلام میدانست، از اسلام گرفته بود و تسلط او بر مبانی اسلامی و معرفت عمیق او و جامعیت او در فهم مسائل اسلامی، این نظریه رو در ذهن این بزرگوار به وجود آورد. خب مخالفانی هم داشت، این رو هم عرض بکنیم. هر دو طرف قضیه، هم مسئله اسلامی بودن حکومت، حاکمیت اسلام، هم جنبه مردمی بودن حکومت و مردم سالاری، هر دوی اینها مخالفین سرسختی داشت از روز اول تا امروز. هم البته مخالفینی هستند که نظراتی دارن که من حالا اشاره می کنم.
در مورد حاکمیت اسلام که نظام کشور، نظام زندگی باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشه، در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتن. البته این مخالفین یک جور نبودن، یه دسته همین غیر مذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره، چنین شأنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه، سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره. دین اصلا چنین شأنی نداره. حالا اگر کسی به دینم معتقد باشه، دین برای نماز و روزه و کارهای شخصی و مسائل قلبی و این چیزهاست. یعنی اصلا اعتقاد به حاکمیت دین نداشتن. حالا بعضی هاشون هم که اصلا دین رو افیون جامعه میدونستن، میگفتن دین مضر برای جامعه است، نه فقط فایده نداره، ضرر هم داره. این که حالا یه دسته از مخالفین حاکمیت اسلام بودن، یک دسته هم نه معتقدین به دین بودن، از موضع دفاع از دین میگفتن که آقا دین وارد سیاست نباید بشه، دین آلوده به سیاست نباید بشه، دین بایستی کنار بنشینه، خودشو تقدس خودش رو حفظ کنه و وارد میدان سیاست و که میدان درگیری و بگومگو و دعوا و اینهاست نباید بشه. که اینا هم اگر آدم بخواد درست درباره اینها قضاوت کنه، اینا هم سکولارهای مذهبی هن. که مذهبی هن اما در واقع سکولار هن. یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شؤون زندگی ندارن. اینا مخالف حاکمیت اسلام بودن. مخالفان حاکمیت مردمی، یعنی مردم سالاری، اونها هم باز دو جبهه بودن. یه جبهه لیبرال های سکولار بودن که معتقد به مردم سالاری بودن، منتها میگفتن مردم سالاری به دین اصلا ربطی نداره، شما اصلا مردم سالاری رو باید لیبرال ها بایستی مردان فن سالار و به تعبیر خودشون تکنوکرات، اینا هستن که بایستی بیان و در عرصه جمهوریت و مردم سالاری وارد بشن. بنابراین مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی بی‌معنی است. پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودن. یه عده هم کسانی بودن که باز معتقد به دین بودن، میگفتن آقا حاکمیت دین به مردم ربطی نداره، مردم چه کاره هستن و باید دین حکومت بکنه، حاکمیت بکنه. که اینا هم یه عده‌ای بودن که حالا نمونه های این نظر دوم رو این اواخر به شکل افراطیش در این حضرات داعش ملاحظه کردیم، که اینا هم به اصطلاح به خیال خودشون معتقد به حاکمیت دین بودن، متأ مردم رو هیچ کاره اینا میدونستن. امام با توکل به خدا، با ایمان به مردم و با استناد به اون معرفت عمیقی که از دین داشت، محکم ایستاد و این نظریه رو پیش برد و این نوآوری بزرگ رو تحقق بخشید در محیط جامعه. خب این یک استنباط عالمان است، من این رو باید حتما کوتاه عرض بکنم. این یک استنباط عالمان است، یه امر احساساتی نیست. اینی که دین باید حاکمیت کند و در این حاکمیت مردم حضور باید داشته باشن، یعنی مردم سالاری دینی، این از متن اسلام برمیاد. حاکمیت دین رو قرآن به صورت روشن بیان کرده. واقعا اگر کسی این رو انکار کنه، این حاکی از این است که تدبر در قرآن درست نکرده. از طرفی امام میگه، قرآن اعلام میکنه آیه شریفه سوره نساء که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه مردم از اینها اطاعت کنن. خب در چه چیزی اطاعت کنن؟ موضوع اطاعت پیغمبران چی هاست؟ صدها آیه قرآن این موضوع رو بیان میکنه. آیات جهاد مثلا، آیات مربوط به اقامه قسط، آیات مربوط به حدود و مجازات ها، آیات مربوط به معاملات و قراردادها، آیات مربوط به قراردادهای بین المللی،
و این نکت و ایمان هم تا آخر. این آیات نشون میده اینا یعنی حکومت. این آیات در این موارد بایستی از رسول اطاعت بشه، در مسئله دفاع از کشور، در مسئله اجرای حدود، در مسئله معاملات و قراردادهای اجتماعی، در مسئله قرارداد با کشورهای دیگر، در مسئله اقامه قسط و اقامه عدل، ایجاد عدل در جامعه، در اینها باید از پیغمبر اطاعت بشه. این یعنی حکومت. حکومت معناش غیر از این نیست. حاکمیت اسلام با این وضوح در قرآن منعکس و روشنه. و حالا البته سنت و حدیث و کلمات پیغمبر و کلمات اینا هم که اله ماشاءالله. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون وقتی که نمایندگان مردم یثرب آمدن مکه برای اینکه پیغمبر رو دعوت کنند به یثرب که بعد شد مدینه النبی، اینها وقتی که با پیغمبر صحبت کردند در عقبه منا، پیغمبر همین پیمان رو از اینها گرفت، گفت من میام، بایستی دفاع کنید، باید حمایت کنید تا پای جان. و اونها قبول کردن، قول دادن. بعدم پیغمبر وقتی وارد مدینه شد حکومت اسلامی رو تشکیل داد، حاکمیت رو به وجود آورد. این حاکمیت مربوط به پیغمبری او بود، یعنی این مسئله دیگری نبود، چون پیغمبر بود، چون بهش ایمان آورده بودن، این بود که حاکمیت رو تشکیل داد. بعد از رحلت پیغمبر هم با وجود اختلافاتی که در مورد جانشینی بود، که خب میدونیم در مسئله جانشینی پیغمبر اختلاف وجود داشت، لکن احدی از مسلمان ها و از همون کسانی که در باب جانشینی اختلاف داشتن، احدی از اینها شک نداشت که هر حکومتی تشکیل میشه بر اساس دین و بر اساس قرآن بایستی باشه. بنابراین مسئله حاکمیت دین، حاکمیت اسلام، این یه امر خیلی روشنی است، لازمه اعتقاد به اسلامه. یعنی اگر کسی به اسلام اعتقاد داره باید به حاکمیت اسلام در جامعه هم اعتقاد داشته باشه، اگر چنانچه درست دقت در مبانی معرفتی اسلام بکن. اما مسئله جمهوریت، مردم سالاری، اعتبار رأی مردم، این هم خیلی مسئله مهمی است. این هم از اسلام، از دو منظر باید به این مسئله نگاه کرد. یک منظر، اون منظر جنبه دینی قضیه است، جنبه اعتقادی قضیه است که مسئله مسئولیت و حق است. یک منظر دیگر منظر امکان عملی تحقق حاکمیت دینه که بدون مردم امکان پذیر نیست. اون بخش اول که حضور مردم، یک حضور قطعی در باب حکومت اسلامی است، این از مسئولیت انسانها فهمیده میشه. در قرآن کریم و در روایات ما درباره مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت جامعه مطالب روشن و فراوانی است. کلکم را، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی آحاد جامعه همشون مسئولن از وضع جامعه. این من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امور مسلمین یعنی همین امور جامعه اسلامی، همه امور رو شامل میشه. یا در بیان امیرالمؤمنین در این خطبه معروف صفین که مطالب زیادی در باب حکومت در این خطبه وجود داره، در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام یک عبارتی دارن که خیلی به نظر من مهمه: و من واجب حقوق الله سبحانه علی عباده النصیحت و بمبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. این جزء مهمترین و لازمترین حقوق پروردگار بر مردم اینه که التعاون علی اقامت الحق بینهم، باید همکاری کنن تا حق در جامعه اقامه پیدا کنه، برپا بشه. یعنی این مسئولیت مردم دیگه، مردم مسئولن، بایستی کمک کنن که در کشور حکومت حق برپا بشه، حکومت خدا برپا بشه. وظیفه امر به معروف، این یه وظیفه عمومی است که یکی از مهمترین معروف ها حکومت حق و عدل در جامعه، بایستی حکومت عادلانه باشه، حکومت حق باشه.
باید مردم امر کنن به این، مسئولیت مردم رو نشان میده. یا مسئله لزوم مبارزه با انحرافات جامعه که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه یکی از دلایل قبول حکومت رو این قرار داد: و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا اوثق بمظلوم، یعنی خدای متعال این پیمان رو از علما گرفته که حالا درباره علما عرض میکنم، این پیمان رو گرفته که به شکاف اجتماعی، به فاصله های اجتماعی تن ندن، قبول نکنن فاصله های اجتماعی رو، که یکی از سیری مشرفه به موت باشه، یکی از گرسنگی. این رو حالا علما که فرمود، یا به خاطر این است که علما یک طبقه ممتازی هستن که این حق درباره اینها بیشتر وجود داره، این مسئولیت درباره اینها بیشتر است، یا به خاطر این است که علما به معنای دانایان، یعنی هر کسی مطلع میشه، کسی مطلع نیست طبعاً مسئولیت نداره، کسی که مطلع میشه طبعاً مسئولیت داره. خب پس بنابراین این مسئولیت همگانی است. حالا چجوری این مسئولیت اعمال بشه، این در زمانهای مختلف مختلف، امروز با انتخاباته، ممکنه یه روزی با یک وسیله دیگری باشه. این مسئولیت وجود داره، این مسئولیت از یک سو، از یک سو حق، حق تعیین سرنوشت، انسان ها آزادند، لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، فرمایش امیرالمومنین، تو برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده، خودت انتخاب کن، این خودت تعیین کن سرنوشت خودت رو، این جزو مسلمات اسلامه. بنابراین پس مسئله حاکمیت مردم و مردم سالاری متکی به این معارف دینی است، هم قرآن توش هست، هم حدیث توش هست، هم نهج البلاغه توش هست، و هم رفتارهای زمان پیغمبر و امیرالمومنین توش هست، که امیرالمومنین می‌فرماید لا تکفو عن مشورت به حق، تو همون خطبه صفین، او مقالت به عدل، یعنی خودداری نکنید و من بگید در کار من، در روش من و شیوه کار من نظر بدید، دخالت کنید، نظر بدید. اینه. بنابراین مسئولیت مردم و حق مردم مسلما از متن اسلام برمیاد. این منظر اول. منظر دوم که منظر پشتیبانی و نیاز به پشتیبانی مردمی است، این هم چیز واضحی است. حکومت، نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتیبانی مردمی باشن، مردم طرفدار اینا نباشن، مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن، یعنی امکان ادامه حکومت نیست. حالا حکومت اسلامی و قرآنی که اهل ظلم و شمشیر و شلاق بی خودی بر سر مردم نیست، بنابراین نمیتوانه بدون پشتوانه مردم حرکت کنه، بنابراین نه امکان داره و نه امکان داشت بدون پشتوانه مردم جمهوری اسلامی به وجود بیاد. بعد که به وجود آمد امکان نداشت که ادامه پیدا کنه و الحمدلله ادامه پیدا کرده، بعد از این هم همین خواهد بود. خب پس بنابراین مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این یک طرح ناب و خالص دینی است، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینی که حالا بعضیا گفتن که امام انتخابات و نمیدونم اینها رو، مردم سالاری رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و اینها چه گرفت، حرف بسیار بی‌مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سالها باش همکاری کردیم و مردم دیدن امام رو، امام کسی نبود که به خاطر رودرواسی با این و با اون و با این حرفا از حکم خدا منصرف بشه. نه، اگر چنانچه مردم سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که بود هن بده. امام نظر قاطع خودش، ملاحظه کردید در زندگی امام، اون روزی که امام مسئله حجاب رو مطرح کردن، الزام که زنها در محیط اجتماعی باید حجاب داشته باشن، خیلی ها مخالف بودن، حتی افراد نزدیک به خود امام. یکی از نزدیکان امام آمد پیش من روز که آقا این چه حرفیه دارن میزنن، امام چه حرفیه دارن میزنن، و شما ها مثلا برید به امام بگید منصرف بشن، که البته ما خودمونم عقیدمون عقیده امام بود.
یعنی خیلی ها مخالف بودن، امام نظرش این بود به طور قاطع مسئله حجاب رو مطرح کردن و اینا که حرف درستی هم بود. خب امام بزرگوار این نوع اندیشی دینی رو انجام دادن، این مکتب مترقی و جد نو را، این برداشت زیبا و شگفت انگیز از اسلام را که متکی به اون فکر روشن و معرفت عمیق بود، این رو ارائه دادن و با این طرح استوار و منطقی توانستند ملت ایران رو که قرنها با استبداد خو گرفته بود، این رو بیارن به وسط صحنه، صاحب اختیار کشور کنن و کاری کنن که ملت ایران خودش رو باور کنه. اون شما جوانهای عزیزی که دوره قبل از انقلاب رو ندیدید، خیلی سخته براتون که بدونید چجوری بود. ما اونجا زندگی کردیم، نفس کشیدیم در اون دوران. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن. اصلا اگر کسی به مردم میگفت که شما حق دارید یا میتوانید در مسائل کشور دخالت کنید، قابل باور نبود این حرف برای آحاد مردم. مردم به کلی در حاشیه، هیچ کاره محض بودن، بخصوص در دوران سیاه استبداد پهلوی که حالا ما اون اواخر اون رو، یعنی اون 20 سال آخرش رو ما درک کردیم. این مردم اینجوری بودن، با اختناق زندگی کرده بودن. امام با یک حرکت جهشی این ملت رو، این مردم رو به میدان آورد. جوان‌ها خودشون رو باور کردن، ملت خودش رو باور کرد. ظرفیت عظیم، ظرفیت عظیم توانایی و اراده ملت رو امام به کار گرفت و اون رو با رهبری و هدایت خود توانست به مرحله‌ای برسانه که کارهای بزرگی رو انجام بدن، سلطنت چند هزار ساله رو ساقط کنن، مردم رو به وسط میدان بیارن و کاری کنن با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم که مردم بایستن و مقاومت کنن و روز به روز قوی تر بشن. یک روز جمهوری اسلامی نهال باریکی بود، امروز یک شجره طیبه تنومندیست و تناوریست که هیچ طوفانی هم نمیتوانه او رو از جا در بیاره. حوادث سهمگینی این ملت توانست خودش رو در این حوادث سهمگین نگه داره، پیش ببره، مثل جنگ 8 ساله. 8 سال همه قدرت‌های بزرگ دنیا پشت یک دولتی ایستادن که به ما حمله کنه، بهش تجهیزات دادن، اطلاعات دادن، تاکتیک یادش دادن، کمک مالی کردن، همه و همه که بتوانن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. ملت ایران با قدرت ایستاد و اونها رو به زانو در آورد و به کوری چشم اونها خودش تسلیم نشد و به زانو در نیامد و حوزه اقتدار و عزت خودش رو توسعه داد. این دو کلمه رو امام، یا این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو، امام این دو کلمه رو گره‌گشای مشکلات کشور میدونست. گره‌گشای همه مشکلات کشور همین میدونست که ما اسلام رو رعایت کنیم و مردم در صحنه حضور داشته باشن. نظر امام این بود. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. امام جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت اسلام و حاکمیت مردم که اینا با هم دیگه در همند و هیچ گونه با هم منافاتی ندارن. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیری ها رو اسلام معین میکنه. حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میدن. حاکمیت اسلام، حاکمیت مردم، اراده مردم مؤثر، احکام اسلام هم دارای تأثیر. این بنابراین این رو امام مشکل گشا. واقع قضیه هم همینه
که گره گشای همه کارهای کشور همینه. ما هر جایی که مردم رو به کار گرفتیم و رعایت اسلام رو کردیم پیش رفتیم، هم در دوران امام هم در این ده سال بعد از رحلت امام تا امروز. بنده این رو به طور قاطع میگم و شواهد فراوانی هم که جلو چشم مردم هست میتوان ارائه کرد. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم پیش رفتیم. هر جا که یکی از این دوتا لنگ شد پیش نرفتیم. اگر ما مثلا فرض کنید در مسائل اقتصاد، اگر چنانچه مردم رو وارد میدان کنیم، اینی که بنده چند سال تکرار میکنم که کارگاه های متوسط و کوچک صنعتی رو توسعه بدیم و کمک کنیم و رشد بدیم، این معناش اینه این کارگاه های کوچک و متوسط میلیون ها انسان رو تغذیه میکنند، مربوط به میلیون ها انسانه. اینها اگر چنانچه اینها رو حضور مردم دیگه، اگر چنانچه ما این رو تقویت کرده بودیم، امروز وضع اقتصاد بهتر از این بود. در مسائل گوناگون دیگر هم همین جوره. اگر چنانچه در مسئولین محترم کشور این موضوع جا بیفته که هم مسائل اسلامی رو در نظر داشته باشن، یعنی اون حدود اسلامی رو به طور کامل رعایت کنن، چه در مسائل داخلی، چه در مسائل خارجی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فرهنگی و سیاسی و غیره، و حضور مردم رو هم تأمین کنن، یعنی ساز و کارهایی رو به وجود بیارن که اراده مردم، حضور مردم، خواست مردم به توان دخالت داشته باشه، همه مشکلات کشور حل خواهد شد. خب این اصل مسئله. بیانات امام هم مهم، بیانات عجیبی دارن که من یک جمله کوتاهی اینجا یادداشت کردم از فرمایشات امام که اینها رو بگم. امام اما در مورد هم در مورد اسلام و هم در مورد مردم سالاری، امام بیانات روشن و محکم و قاطعی دارن. در مورد اسلام، امام اسلام متحجرین و اسلام التقاطیون رو به طور قاطع رد میکنه. از سوی متحجرین رو رد میکنه، از سوی التقاطی ها رو، یعنی کسانی که به اسم اسلام حرفای دیگرون رو به خورد مخاطبین خودشون و به خورد جامعه میدن، اینا رو امام به طور قاطع رد میکنه. اسلام در نظر امام یک اسلامی است که عدالت خواه است، ضد استکبار است، ضد فساد است. اینا در بیانات امام روشنه، واضحه، هم در وصیت‌نامه هست، هم در این حدود 20 و چند جلد بیانات امام چاپ شده. ملاحظه کنید کسانی که حالا ما که شنفتیم خودمون از امام مستقیما از زبان خود امام شنفتیم، اونایی که ندیدن نبودن، اینها به این بیانات مراجعه کنن. متن فرمایشات امام روشنه. اسلامی که امام بهش معتقده ضد استکباره، یعنی ضد آمریکاست، ضد سلطه طلبی بیگانگانه، ضد دخالت بیگانگان و قدرت‌های بیگانه در امور داخلی کشوره، ضد زانو زدن در مقابل دشمنه. اسلام ضد فساد، اسلامی که امام بهش معتقده اسلام ضد فساده، ضد ویژه خواری است. و این چیزهایی که مشخص میشه در زمینه های حضور فساد در بعضی از بخش ها، قطعا اینا نقطه مقابل اسلامه. اسلامی است که با فساد مبارزه کنه. دولت اسلامی اون دولتی است که با فساد مبارزه کنه. ضد تهجر، افکار عقب مونده قدیمی اینجوری رو وارد میدان زندگی کردن، از فکر نو اسلامی و فکر نو امام بزرگوار فاصله گرفتن. اسلام ضد اشرافیگری است، اسلام طرفدار محرومانه، اسلام ضد اختلاف طبقاتی، ضد فاصله های فقیر و غنی است. اینها
امام در یکی از نامه هاشون به یک مسئولی که این مربوط به همین اواخر عمر مبارک امام بزرگواره، چند ماه قبل از رحلتشون، اینجور می نویسن: شما باید نشان دهید که مردم ما بر علیه ظلم و بیداد و تهجر و با پسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاط و در یک کلام اسلام آمریکایی کردند. این مربوط به دی ماه سال 67، اینجور نیست که بگیم مال دوران مثلا شور و نشاط انقلابی اوائل کار، نه، چند ماه قبل از رحلت امام این رو امام مرقوم فرمودند. خب این در مورد اسلام، بنابراین نظر امام اینجوری است. در مورد مردم سالاری که انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام، و همینجور هم هست، یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر، ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام هم انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهم می‌دارن. انتخابات رو فریضه دینی می‌دانستن. تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده هست. امام می‌فرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. درباره انتخابات نظر امام اینه. یا در یک بیان دیگه می‌فرمایند کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسل‌ها بعد و مستلزم بازخواست الهی است. این فرمایشات امامه که با همین بیانات، با همین محکم‌کاری‌ها امام جمهوری اسلامی رو استوار کردن، پا برجا کردن و به حمد الله بعد از رحلت امام هم ملت ایران این عطیه الهی رو، یعنی این مردم سالاری دینی رو که این عطیه الهی بود که به دست امام بزرگوار به ملت ایران اهدا شد، این رو ملت ایران حفظ کردن. در مقابل توطئه دشمنان ایران و دشمنان ایرانی که انواع تلاش ها رو کردند، انواع توطئه ها رو انجام دادن که مردم رو جدا کنن از این نظام و بی اعتقاد کنن به اسلام و به مردم سالاری دینی، این توطئه ها رو خونسا کردن ملت ایران و محکم ایستادن و هر بار اونها به هر شکلی وارد شدن با سد پولادین ملت ایران مواجه شدن. امروز هم همینجور، امروز هم دشمنان کمین گرفتن، چشم گشودن که بلکه بتوانن بین ملت ایران و نظام اسلامی فاصله بیندازن، اما با سینه ستبر ملت ایران و سد پولادین ملت ایران مواجهند. و اینها هم توطئه امنیتی کردن، هم توطئه سیاسی کردن، هم دشمنی های واضح اقتصادی کردن، هم تهاجم فکری کردند و البته در همه اینها ناکام بودن. خب متاسفانه کسانی هم بودن و هستند که حرف دشمنان رو به یه نحوی در داخل تکرار میکنن. این ایدئولوژی زدایی که گاهی میبینید در بعضی از تعبیرات هست، این همون حرف مخالفینه. ایدئولوژی زدایی یعنی اسلام و تفکر اسلامی رو در باب جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی کنار بگذاریم، بریم سراغ همون تفکرات لیبرال دموکراسی فاسد و منحرف که مردم دنیا رو امروز بیچاره کرده، بریم سراغ اونها. بعضی ها هم از یک راه دیگری وارد میشن که قداست دین به این است که کنار بگیره، که همون حرفی است که در اول انقلاب گفته میشد. این هم حرف دشمنه و همون تکرار حرفای قبل از
انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب و اوائل شروع انقلابه. اینی که باز بعضی اینجور وانمود کنن که اگر بخواییم روابط اسلامی رو رعایت کنیم با مردم سالاری قابل جمع نیست، اینم جزو حرفهای دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایرانه. و البته ممکنه کسانی از روی غفلت این حرفا رو بزنن، اینو بنده متهم نمی کنم که هر کسی این حرفا رو میزنه حتما پیش کرده دشمنه، نه، گاهی از روی غفلت، اما بدونن این حرف حرف دشمنه و دشمن میخواد ریشه اسلامیت رو بزنه. حالا بعضیا دلسوزی میکنن برای مردم سالاری که آقا مردم سالاری از بین رفت، اینا در واقع مردم سالاری رو خیلی برای مردم سالاری دلسوزی نمیکنن، اینا میخوان ریشه اسلامیت رو بزنن، اسلام رو کنار بزنن که وجود نباشه. و واقعا خطای بزرگی است اگر ما مردم سالاری رو از تفکر اسلامی و روح اسلامی بیگانه کنیم. و خب قانون اساسی هم تکلیف رو روشن کرده، ملاحظه میکنید در قانون اساسی رجال سیاسی و مذهبی رو به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت، رئیس قوه مجریه، یعنی همه کاره مسائل کشور قرار داده. این قید سیاسی و مذهبی، رجال سیاسی و مذهبی، این برای چیه؟ برای این است که در میدان سیاست بتوانه مصلحت کشور رو در نظر بگیره، در میدان اعتقادات مردم و دین مردم هم بتوانه مردم رو هدایت کنه و کمک کنه و در هر دو مورد خردمندانه عمل بکنه. یا این مسئله تقوا، که تقوا و امانت که باز در قانون اساسی بر او تکیه شده، این خیلی مسئله بسیار مهمی است که در قانون اساسی روی او تکیه شده. اینها حالا اگر کسانی البته هستن، چون این روزها روزهای انتخابات و نزدیک به انتخابات هستیم، خب خوشبختانه محیط انتخابات در حال گرم در شدنه به حمدالله، اما بعضی کسانی هستن که با بهانه های واهی میخوان وظیفه مشارکت در انتخابات رو کنار بگذارن و ندیده بگیرن. این عمل به خواست دشمنانه، دشمنان ایران، دشمنان اسلام و دشمنان مردم سالاری دینی است و باید هر دو رکن دیده بشه به طور کامل، هم مردم سالاری هم اسلامی، و هر کدوم از این دو رکن تضعیف بشه قطعا اسلام و ایران هر دو سیلی میخورن، ضربه میخورن از طرف دشمن. خب چند جمله هم درباره انتخابات کنونی عرض بکنیم. گفته میشود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه میدانیم و همه اون رو لمس میکنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفو زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه، راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخابات. البته در انتخاب بایستی دقت کرد. من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد،
ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار براید. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد. در مسائل مهم کشورم همینجوره. خب حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعده‌ای میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده رو تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرد، الا نه. بنابراین کارآمدی رو با حرف نمیشه تشخیص داد. من یک توقعی هم از خود نامزدهای محترم دارم و عرض بکنم. وعده هایی که مطمئن نیستن میتوانن اونها رو انجام بدن ندن. این وعده ها به ضرره، به ضرر کشوره. چرا؟ برای که شما یک وعده ای میدید، بعد اگر به فرض به ریاست جمهوری رسیدید اون وعده رو عمل نمی کنید، مردم رو دل سرد می کنید. مردم نسبت به نظام دل سرد می کنید، مردم نسبت به انتخابات دل سرد می کنید. بنابراین دادن وعده هایی که مطمئن نیستند نامزدها که بتوانند این وعده ها رو عمل کنند جایز نیست. وعده هایی که قطعا روشن مسلم واضح و اهل فن تایید میکنن که قابل تحقق، این وعده ها رو البته بدید. اما اینکه ما فلان کار انجام میدیم، فلان نمیدونم چه و چه، که حالا من دیگه نمیخوام تصریح بکنم، این وعده هایی که پشتوانه عملی نداره، این وعده ها رو نباید داد، چون موجب دلسردی مردم بعدا خواهد شد و این گناهه. یک توقع دیگر هم من عرض بکنم از نامزدهای محترم، شعارهایی بدن که بهش اعتقاد دارن. بعضی ها شعارهایی میدن که خب ما میشناسیم افراد رو، میدونیم که خیلی در دل ممکنه به این شعار اعتقادی نداشته باشن. این درست نیست. با مردم باید صادق بود. خدای نکرده شعارهایی که به معنای بی‌اعتقادی به اون حرفی است که خود انسان داره میزنه نبایستی گفته بشه. من در صحبتی که قبلا هفته پیش یه صحبتی کردم با نمایندگان محترم مجلس، اونجا یه جمله من گفتم، گفتم کسانی که سخن نافذی دارند مردم رو تشویق کنند به حضور در انتخابات. اینو اونجا گفتم. من حالا میخوام علاوه بر او عرض بکنم که این مخصوص افراد دارای سخن نافذ نیست. همه آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصو بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصی به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است و این کار رو انجام بدن. همه کسانی، افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین و کسانی که با اونها سر کار دارید، آحاد مردم، اونها رو دعوت کنید به اینها. یک توقع دیگه از نامزدها هست که اون رو هم عرض بکنم. تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدند و توانستند به مقصود برسند، خودشون رو متعهد بدانند اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی خودشون رو متعهد بدونن. یعنی این کار رو جزو اساسی ترین کارهای خودشون بدانن. ثانیاً مبارزه با فساد بدون رو درباسی، بدون ملاحظه، خودشون رو متعهد بدونن به اینکه با فساد مبارزه کنن. خودشون رو متعهد بدانن به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنند. بارها عرض کردیم این حرف حرف متخصصین اقتصادی هم هست، بنده هم مکرر تکیه کردم روی این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است.
تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با واردات بیرویه، مبارزه با کسانی که جیب خودشون رو از طریق واردات پر میکنند و نمیخوان بگذارن که واردات متوقف بشه در تولید داخلی، اونایی که کمر تولید داخلی رو با واردات میشکنن، مبارزه با اینا، اینو جزو مسائل اصلی خودشون بدونن و این رو متعهد بشن. این آقای نامزد امروز خودش رو متعهد کنه به این، تصریح کنه که متعهد به اینه، تا اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهد عمل نکرد، دستگاه‌های نظارتی بتوانن از ایشون سوال کنن و بپرسن و جلویشون بایستن بگن آقا چرا عمل نکرد. این هم این عرایز من تمام شد. من یک تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم، که اون تذکر اینه، یه امر دینی و انسانی است. در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خانواده‌های محترم و عفیف دچار یه چنین مواجهه با یه چنین نسبت‌هایی شد. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه، منتها خب دهن مردم پخش شد تو فضای مجازی. متاسفانه فضای مجازی که من میگم راست، یه نمونش همینه، فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهمترین مسائل، جزو بالاترین حقوق انسان هاست. من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن. خدای متعال ما رو از گناه، از ظلم، از حد که حرمت مؤمن محفوظ بداره. خدای متعال ما رو از تخلف از وظائفمون محفوظ بداره. خدای متعال انشالله به فضل و رحمت خودش امام بزرگوار ما رو مشمول رحمت‌های گسترده خودش قرار بده، او رو با اولیای بزرگ خودش محشور کنه در برزخ و در قیامت، و او رو از ما راضی کنه. خداوند انشالله ارواح مطهر شهدا رو از ما راضی کنه، ما رو به اونها ملحق کنه به فضل و رحمت خودش، و خداوند انشالله برای ملت ایران خیر مقدر کنه و این انتخابات رو برای ملت مبارک قرار بده و جزو انتخابات های دشمن شکن قرار بده انشاءالله، و به فضل الهی همینجور هم خواهد شد انشاءالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.